درود میفرستم به همه شما دوستان عزیزان و سروران. خیلی بهم پیام دادن، صحبت های اندی کرده بود با آقای منصور، گفتن اومی نظر بده. لولش پایین بود، نمیخواستم نظر بدم، ولی چون بحث عربستانه و خب بالاخره دشمن تاریخی ماست و دشمن تمدنی ماست و این دعوای ما با عربستان سعودی خیلی فراتر از بحث 1400 سال پیشه، از بعد به وجود اومدن ایران ما یه درگیری خاصی با این جریان سعودی، از سعودی که خانواده است، عربستان داشتیم. حتی ضحاک ماردوش هم از خانواده عربستانه، اینم خیلی جالب بدونید، چون ضحاک ماردوش هم ریشه سامی داره. ما کلن با این بحث سامی ها داستان ها داریم و تولیدی که این سامی ها در باورهای مذهبی دارن، اسلامیت، مسیحیت و یهودیت، این سگان باورهای سامی هاست که از بیخوبون در تضاد با باورهای آریایی است و شما در باورهای آریایی میبینید که همه چیز ما با اینا در تضاده. از این آتش پرست، پرست به معنای پاسداری است، وقتی میبینید نجات پرست، آتش پرست به معنای ستایش اون شکلی نیستش که برای خدا میکنی، به معنای پاسداری از ایناست. از این که ما آتش رو پاسداری میکنیم، آتشبان داریم، آتشکده داریم، کسی بچه نداشته باشه بهش میگیم اجاقت کوره. چرا؟ چون هر خونه باید اجاقش روشن باشه و این بحث بچه نبوده. اجاقها رو چگونه روشن میکنن؟ چون اون موقع که هنوز نمیدونستیم آتش چگونه تولید میشه، ما آتش رو که تونسته بودیم به دست بیاریم به صورت شانسی در آتشکده ها نگه میداشتیم، تا زمان هوشنگ شاه که میره برای شکار و یک ماری میبینه، سنگ رو پرت میکنه سمت مار و این سنگ به سنگ دیگری میخوره و آتش به وجود میاد که ما ایرانی ها از اون چند هزار سال پیش تا کنون جشن سده رو برگزار میکنیم که در زمستان هست و امروز متاسفانه فقط زرتشتی هامون دارن برگزار میکنن و ما باید یه خورده نگاهی هم به این جشنهای باستانی خودمون داشته باشیم. بعد که دیگه آتش اختراع شده، تا قبل از اون هر خونه‌ای که نمیدونست مثلا، یا مثلا آتش هم اختراع شده بود که هر خونه‌ای نمیتونست آتش رو سریع مهیا کنه، چون مثلا سنگم به سنگ بزنی که راحت آتش تولید نمیشه، برای همین آتشکده داشتیم. تمام شهر و تمام روستا میومدن از آتشکده آتششون رو برمی‌داشتن می‌بردن خونه و اجاق خودشون رو روشن میکردن و حالا اگر اجاقشون خاموش میشد میفهمیدن این خونه آتشی نه، اجاق باید همیشه روشن میبود، که برای این مثال اومده اینا. به هر روی آتش در باورهای سگانه سامی نژادها، باور سگانه که گفتم اسلامیت، مسیحیت، یهودیت، در هر ستاش نشانه شیطان و وسیلهی برای عذاب بنده گناهکار، در حالی که ما آتش رو در کنار عشق میاریم، میگیم عشق آتشین. اینا چیزاییه که ما ایرانی ها داریم که در تضاد با این بحث سامی هست. حتی ضحاک هم سامی بود و بحث ما با عربستان بحثیست ریشه‌ای و تمدنی و فلسفی ده. حالا امروز که بحث از بحث ریشه‌ای و امنیتی، بحث از ریشه‌ای و فلسفی و اینا رسیده به بحث امنیتی امروز، یعنی در کنار تمام این تفاصیل تضاد نگاه و تضادهای تمدنی که ما با عربستان داریم، امروز بحث فراتر از این حرف هست. امروز دعوای ما با عربستان فقط بحث فلسفی و نگاه و بینش و جهان بینی و اینا نیستش، امروز بحث اصلا امنیتیه. امروز بیشتر گروهک های تروریستی در شرق و غرب کشور ما رو عربستان سعودی داره پولش رو میده، از جندالله بگی تا این احزاب کردی، همه رو داره عربستان سعودی پول میده. خب خواننده های ما بلند شدن رفتن اونجا خوندن، دیدم آقای منصور خواننده آقای اندی رو دعوت کرده. اولا من بگم من از هر دوتاشون از نظر هنری خوشم میاد، خدایش، هم منصور رو علاوه صدا خوشم میاد هم اندی رو. اینا خواننده هایی هستن که مثلا من یه زمان در مورد شجریان صحبت کنم، والا الان بعضی میگن آها شجریان، تو لیاقت شجریان نداری. والا من یک تار موی این دوتا رو به کل شجریان نمیدم، شجریان صداشو میشنم حالم بد میشه، حتی این به خودم مربوطه، نظرم هم نظر تخصصی نیسته چون سواد موسیقی ندارم. ولی خواننده ها رو جمع کردن بردن عربستان و حالا الان منصور اومده لایو گذاشته و از اندی میپرسه، میگه آقا رفتی عربستان چه کار؟ ببین اندی واقعا الان تعجب میکنه، آقا خجالت بکشید، انقدر تو شماها دیگه پاتون لب گور آقای اندی، نگاه نکن موشو رنگ کرده، انقدر چین و چروک تو چشاشه که مجبور عینک آفتابی بذاره بگه کلاس داره. چه کلاسی داره تو خونه عینک آفتابی بذاری؟ پاد ایران نداره چین و چروک داری، هم منم دارم، همه پیدا میکنن. بس اینه که پاد لب گوره، به خاطر پول چرا رفتی عربستان خودفروشی کردی؟
و این صحبت های اندی رو گوش کنیم. و حالا خود منصورم البته کار دارم، خود منصورم کار دارم، ما کلا با همه کار داریم. خب گوش کن چی میگه. عربستان این کارشو ما ازش راضی نبودیم. 3-4 نفر اینو پرسیدن و من اینو قبلا از خودتو هم سوال کردم که اندی دوست داری راجع به این صحبت کنیم؟ خودت هم گفتی دفنیتلی دوست دارم راجع به شرف بزنم، بس همین سوالو لطفا جواب بده. خب جالب اینجاست که میگی 3-4 نفر و من میگم مثلا فرض کن 3-4 هزار نفر، نه اصلا 3-4 میلیون نفر این سوال پرسیدن. هنوز میلیون ها میلیون ایرانی خوشحالن که ما این کار کردیم. اون تا متاسفانه ایرانی هایی که خوشحالن ابراز احساسات نمی کنن. ببین یه دکتری رو علاته میگه از یه نظر درست و از یه نظر غلطه. میگه که آره اونایی که علاته میگه اعتراض رو اصلا بگو 3-4 میلیون و خب 3-4 میلیونی که ناراحتن ابراز احساسات میکنن، اونایی که خوشحالن ابراز احساسات نمیکنن. از این نظر درست میگه. آدمایی که همین الان خود ما هم دشمنامون، خب بعضی وقتا شاید مثلا فکر میکنن، خودشون هم به خودشون فکر میکنن، شاید مثلا کل دشمنای ما مثلا میگن ما صدها هزار نفر ما رو نگاه میکنن، عجیب نیست توشون. من نمیگم 10 نفر 20 نفر 100 نفر، اصلا 1000 نفر. خب 1000 نفر تمام توانشو میذاره برای مخالفت با ما دیگه، ولی اون 100 هزار نفری که اما خوششون میاد، خب اونا هر دقیقه وقت نمیذارن. چون ما ایرانی ها مسئله منفی رو بیشتر میگه. حالا تو این چند روزی که دوستان گفت آقا عکسای پروفایلمون عکس مثلا امیدو بذاریم که برای مخاطبان مثلا برای فالوورا یا اطرافیانمون جالب باشه که بدیم داستان چیه، این پسره کیه و داستان چیه، برنامه‌اش چیه، که یه تبلیغ برای برنامه امید بشه. خب دم این آدم گم، این معلومه که آدمی نیستش که عقده داشته باشه اینا و در دفاع از کسی حاضر مثلا فعالیت کنه. ولی ما و دمش هم گم، خیلی سپاسگزارم ازش. ولی خب ما اصولا در دفاع کردن از همدیگه یه خود دست دلمون نمیره، ما حمله کردن و خوشمون میاد. اینو اندی درست میگه، ولی یه چیزی اینجا اشتباه کرده. اصلا شما انقدر هم برای مردم زیاد مهم نیستید که حالا بخواد واقعا 70 میلیون ایرانی مثلا بگیم براشون مهم بوده شما چی کار کرد. اصلا خیلی اصلا نمیدونن چه خبره. و این که حالا شما میگی 3-4 میلیون نفر اعتراض بهت کردن، باز زیاد میگی. من میگم آقا همون اصلا 3-4 حتی 300-400 نفر هم نه، من میگم 3-4 نفر اصلا واقعا، همون 3-4 نفر کمتر، اصلا 1 نفر. اصلا هیچ کس آقای اندی به شما اعتراض نداره. باز اگر هیچ کسی هم به شما اعتراض نداشته باشه، از خیانت حضور فیزیکی شما برای عربستان سعودی که خون بچه‌های یمن از دستشون میچکه و خیانتاشون علی ملت ایران روشنه، چیزی رو کم نمیکنه. ولی در کل این حرف درسته. مخالفین همیشه سر صداشون بیشتر از موافقین. ولی من میگم اصلا هیچ کی مخالف نیست آقای اندی. پیش وجدان خودتون به خاطر پول پات لب گوره. در کارتون درسته رفتین اونجا؟ خب اونایی که همیشه ناراضیان ابراز احساسات میکنن و ما صدای اونا رو بلندتر میشنویم و فکر میکنیم همه اینطوری فکر میکنن. اینطوری نیست. این برنامه تلویزیونی که ما رفتیم در عربستان اجرا کردیم، اون برنامه صرفا برای خدمت به هموطنان ایرانی بود از عربستان سعودی، فقط برای خدمت به هموطنان. آقایون رفتن برای صندلی‌های خالی برنامه اجرا کردن، ولی صرفا برای خدمت به ملت ایران بود. چه خدمتی کردی شماها؟ برای صندلی خالی برنامه اجرا کردید، پولشو گرفتید، با هواپیمای اختصاصی بردنتون آوردنتون، منتم میذارن. یعنی از این سلبریتی جماعت ببین چه داخلی چه لس آنجلسی، وقیح تر نداریم ما. یک تلویزیونی که برنامه های ایرانی اجرا میکنه به اسم MBC پرشیا. اصلا همین پرسش این واقعا اینقدر ساده ای آقای اندی یا آقای منصور، یا خودتونو به این سادگی عجیب میذاری؟ MBC اصلا برای چی باید تشکیل بشه بخش فارسی بذاره؟ عاشق چشم ابرومونن چرا؟ و یک پروڈاکشن خیلی خیلی بزرگ و پرخرج، 7 هنرمند ایرانی از لس آنجلس بودن در یک جایی و یک ستیج خیلی خیلی وسیع و بزرگ و قشنگ که رو همون استیج بزرگترین هنرمندای دنیا مثل لایونل ریچی، انریکه ایگلسیاس، یانی، حتی پارسال اگر اشتباه نکنم جنیفر لوپز اونجا بوده. غلط کرده جنیفر لوپز رفته عربستان، کشوری که زنانش دارن با روبنده کار میکنن. غلط میکنی شما ها، اصلا جنیفر لوپز هم غلط کرده.
غلط میکنه میره عربستان، بعد میاد ادعا از حقوق زن و فلان و اینا، همتون برای پول رفتی. خب نشون بدید آقا جان آخه این یعنی چی تا دل نامه اینا رو میاره؟ خب بزرگ باشه یا پایین، برای پول دارید میکنید دیگه. و انسانی که همه چیزش رو برای پول بذاره آدم کثیفیه. خدای من شاهده، من در همین کار خودم، در همین لول کاری خودم، در همین سطح خودم، من کافی بود تو خارج از کشور این حرفا رو نمیزدم. به خدا درآمدم بیشتر میشد، مثلا همه چی عوض میشد. 24 ساعت تو این رسانه ها الان هر مصاحبه که بی بی سی من و تو با دعوت میکنه، این که افرادی که باشون مصاحبه میکنه بهشون پول میده. برای یک ساعت مصاحبه من و تو 250 پوند، بی بی سی 200 پوند. این آماریه که دارم میدونم بهتون میگم. خب شما فکر کن مثلا من هفته دو تا مصاحبه تو این رسانه ها داشتم، یعنی هفته قشنگ 500-600 پوند که میشه اندازه یه اجاره خونه یه آپارتمان. من هفته‌ای میتونستم اجاره خونه یه ماه همو با دو ساعت حرف زدن در بیارم. دو ساعت میرفتم بی بی سی اینا در همین من و تو که اینا مال دوولای بیگانن دیگه، چهار تا میگفتم اکبر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی داره فلان میکنه، این سیاه نمایی میکردم پولشو میگرفتم. ولی آقا آدم همه چیزش که اندی جان برای پول نمیذاره که. تو دیگه آخه میخوای چیکار دیگه؟ البته بعضی مالیای خوبی هم ندارن، همین اندی هم آدم انصاف داشته باشه. تمام پولشو خرج این دخترایی کرد که توی این کلیپاش میان براش میرقصن و نتونسته پول آنچنانی هم جمع کنه. نگاه نکنه اندی مثلا فلان اینا به کای پول داره، نه اونجوری هم وضع مالی اینا تو منم تو آمریکا که یک زندگی سگی وجود داره واقعا، وضعشون هم حالا آنچنان خوب نیست، ولی به هر حال یه وضعشون بدم نیست قربونتون برم، نه خوبه اونجوریه نه بد اونجوریه. پول چقدر ارزش داره بابا؟ موس پیت کردی اندی جان، چین و چروک که گردنت رو نگاه کن، رود نمیشه تو خونت جلوی دوربین بدون میکاپ کردن، اینم مثلا بدون عینک بشی مجبوری عینک آفتابی بذاری. آخه این پول چقدر ارزش داره؟ اونجا بوده این یک سالمه جهانیه که یک برنامه های بزرگترین برنامه های مثل المپیک رو اجرا میکنه. اولا ما باید به عنوان هموطن ایرانی خوشحال باشیم که موسیقی ایرانی هم در یک اینطور صحنه هایی جا داره. دو اینکه MBC پروژیا با بزرگترین قدرت پخشش داره به ایرانی ها خدمت میکنه. آخه ببین شوخی بلش کن، MBC پرشیا آخه برای چی باید به ما خدمت کنه؟ خود مسئله جهانی سنی ازتون خیلی زشته اندی، واقعا زشته با این سن و سال بشینی و این حرفایی که میزنی. به خدا تو مهد کودک هم الان بگی، بچه های مهد کودک هم قبول نمیکنن، چون مهد کودک دوران مثل دوران ماها نیست. امروز مسائل تکنولوژی اینا باعث شده مردم خیلی باهوشتر بشن. خیلی زشته صحبت‌ها رو اینقدر سطح پایین در لول پایین مطرح می‌کنی. MBC پرشین دارن به ما خدمت می‌کنن، به مردم ایران خدمت می‌کنن. MBC پرشینی که زیر نظر استخبارات عربستانه و دفترش توی استدیوش توی خاک عربستانه، چرا باید به ما خدمت کنه؟ آقا این چراشو بگو. انسان دوستن فلان، اگه انسان دوستن که آخر داریم مردم، بابا مردم یمن آقا ما میگیم گور پدر حوثی ها که با ایران کار میکنن. شما زمینایی که وقتی کسی که میره زمینای کشاورزی یه کشوری رو از بین میبره که مردم عادی که اصلا نه طرفدار حوثی ها نه طرفدار این ورا میخواد زندگیشو کنه، اینا آسیب دیدن. جلوی فرستادن دارو رو به یمن گرفته، حتی برمیگردی میگی که اصلا MBC پرشین به ملت ایران داره خدمت میکنه. چطور هم بعد خودتم نمیپرسی آقا این جندلا اینا همه اسنادش هم وجود داره که همین استخبارات عربستان اینا رو شناسایی میکنه تو ایران و براشون پول میفرسته این کارهای تروریستی کنن. بخش قابل توجه یک کارهای تروریستی در شهرهای مرزی ما با پول عربستان داره انجام میشه. من ابتدای برنامه در مقدمه داشتم میگفتم ما کلا با عربستان دعوا بر ریشه های تمدنی و نظری و جهان بینی داریم، همه رو بریز کنار. امروز دور تا دور ایران دارن کارا عملیاتی تروریستی میکنن ریز و درشت که همش رسانه‌ای نمیشه متاسفانه یا خوشبختانه، به دلایلی رسانه‌ای نمیشه. حالا موضوع بحث من نیست، بعضیش هم رسانه‌ای میشه. مرزبانای وطن ما طرف میاد دو سال بره سربازی بره ازدواج کنه، میره در سیستان بلوچستان میره در کردستان، این بیناموسای پانکرد بیناموسای پانبلوچ که همشون وابسته به عربستان سعودی هم پول میگیرن از عربستان، میان گردن یه بچه 20 ساله رو میبرن، بچه‌ای که هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره، فقط اومده خدمت کنه و چون اتفاقا پارتی نداره و اتفاقا چون از نظر خانوادگی
هیچ ارتباطی، هیچ قرابتی با جمهوری اسلامی نداره، بدون پارتی افتاده لب مرز که یک پانکورد بیشرف بیناموس بیه سر این بچه رو ببره. پولشو کی میده؟ عربستان سعودی میده. و تو میری برای رسانه‌ای که اونا درست کردن که مغز ملت ما رو شستشو بدن، میری در خاک عربستان و برای این رسانه ترانه میخونی برای صندلی های خالی. آقا بگو آی اندی، شماها که خدای مردونه دیگه، تو جمعای خودتون خصوصی حتما میگی فیلمتونه، شما که میگی گور مردم ایران و گور بابا خاصا گور ایران، مگه ما ایران زندگی کردیم؟ گور پدر ایران شما میگید. شما هنرمندا سلبریتی ها کثیف هستید، پاش برسه گفتید. برای خودت تو اصلا ایرانو بذار کنار، مردمو بذار کنار، نگاه اختلافات نظری تمدنی ما رو عربستان بریز دور که تو مقدمه گفتن. بحث امنیت و اینا اصلا بذار کنار، میگی گور پدر مردم ایران و گور پدر ایران و اینا دیگه، مردم اینا سر اصلا گور پدر اون سربازی که لب مرز و پانکردو و پان بلوچه میکشه. برای سابقه خودت زشت نبود رفتی در عربستان؟ شماها هم شما رو از نزدیک دیدم، خانمم چند بار باهاتون عکس گرفته، همون شهرام شبپره یه شب حالا با هم بودیم، یه پیکی با هم زدیم، یه خود صحبت کردیم. زشت نبود برای شماها سابقه خود؟ تو میگه من رفتم اونجا چیکار کردم؟ در برای من ستاره زدن توی هالیوود. تو رود شد بری برای صندلی خالی؟ من میگم اصلا تمام این حرفایی که ریختم دور. شماها برای سابقه، شما سابقه خودت هم فروختی. آقای اندی چی رو توجیه میکنی برادر من؟ تو سابقه خودت هم فروختی. همه حرفایی که زنم برید اصلا وطن پرستی چیه؟ بریز دور. همون چرت و پرتایی که میگی آره، کسی که برای سابقه خودش ارزش قائل نمیشه میره برای صندلی خالی. آقا رفتی تا اونجا دیدی صندلی خالیه؟ بگو من اجرا نمی کنم. اصلا رفتی عربستان خیانتم کردی، میگی برای من مهم نیست. دیدی صندلی خالیه، برای خود شخصیت قائل میشدی، میگفتی اجرا نمی کنم. چقدر پول دارید؟ پولتون رو پس بده، خودت بلیط هواپیما بخر برگرد لس آنجلس. کردم که میگم ها، توی یه لول دیگه، توی یه داستان دیگه ای داستانی داشتم، خدای من شاهده در حد 200,000 کرون ضرر کردم، ولی شخصیت خودم رو حفظ کردم به مرگ مادرم. 200,000 کرون میشه 20,000 یورو. در جایی 20,000 یورو ضرر کردم. خدای طبعا تو اون مقطعی هم که ضرر کردم بهتون بگم، تمام پس انداز من تو اون مقطع 15,000 یورو بود. 5,000 یورو از یکی هم قرض گرفتم، بعدم بهش پس دادم تا یه سال بعد. 20,000 یورو در یک داستانی که نمیخوام باز کنم ضرر کردم، گفتم، ولی شخصیت هم از همه چی مهمتره. خودم چون کردم، تازه من تو اون داستان هیچکی نمیدید، یعنی اگرم من کوتاه میومدم بین من و خود اون طرف بود و هیچکی هم نمیفهمید. ولی گفتم آقا نه، اشتباهم از من بوده، من باید خود حواسم بیشتر جمع کنم، ولی الان که اینجوری شده من شخصیتم برام مهمتره. فکر کن کل پس انداز یه نفر 15,000 یورو باشه، ولی سر این که بخواد شخصیت خودش رو حفظ کنه 20,000 یورو ضرر کنه. و همونجا فقط زنگ زدم میگه دوستان آقا 5,000 یورو نیاز دارم و اینا. یه تا 48 ساعت طول کشید که مثلا وقتی که ریخت توی حساب بانکیم طول کشید که بیاد و اینا کار انجام داد. من جای تو بودم، چون بودم جای تو این زمینه آقای اندی، هر چقدر میشد حتی پول قرض میگرفتم، پول ام بی سی پرشین عربستان میدادم اونجا، میگفتم به خاطر که صندلیا خالیه. یعنی ببین گوره بابای ایران، گوره بابای امنیت، گوره بابای تفاوت دیدگاه، اصلا این حرفا چیه؟ عربستان هم یه کشوریه مثل بقیه، همه اینا اوکی. صندلی خالی بوده. حالا پرسش هم اصلا اندینه، شماها که برای سابقه خودتون ارزش قائل نشدید، برای صندلی خالی خوندید، چرا انتظار داریم ما بهتون احترام بذاریم؟ چه احترامی باید به شماها بذاریم؟ احترام امامزاده دست متولیشه. تو باید اول خودت احترام خودت رو نگه داری تا من بهت احترام بذارم. تو رفتی باید صندلی خالی خوندی، حالا پشتش این همه خیانت ها رو ولش کن، حالا ادامش. الان دیگه سوال الان یکی چی؟ حالا الان بگو 79,999,999 نفر میگن درست میگه، یه نفر میگه بابا همش برای پول بوده. این چیه؟ این قضیه رو بگو آقا زندن داستان پول رو توضیح بده.
خب قسمت بعد اصلا بگیم قسمت بعد منظورم چیه؟ دقیقاً سوال خیلی خوبه. اشاره می‌کنم یعنی می‌خوام سوال خیلی خوبه. چون یه ایریایی هستش که هر چی بخوای نخوای همه میگن آقا بابا رفتن پولو گرفتن و اینو اینو اینا. خب شما کار شغل دیگه چیه؟ چیکار داری می‌کنی؟ خب سوال خوبیه و من خوشحالم که مردم راجبش حرف می‌زنن. بهتره که تو دلمون نگه نداریم، سوالا رو بپرسیم، حتی اگر سوالایی که جنجال آفرینه. اولا که آره باری کلا یه خورده اگه خیلی من قربونت برم تو فدا چند یه همون بورینگ بودی بذار ببینیم دردار رو اقلا بشکافیم. اولا که هموطن خوب باید خوشحال باشه که هنرمند ایرانی پول در بیاد. در بیار نوش جونت. میگه هموطن خوب باید خوشحال باشه ما پول در میاریم، هنرمند ایرانی پول در میاره. لعنت بر کسی که به شما حسودی میکنه، لعنت به من امید دانا اگر حسودی کنم تو پول در بیاری. ولی فقط مردم باید خوب باشن که هنرمند پول در بیاره. مثلا هموطن خوب فقط باید هنرمند خوب باید چی کار کنه؟ هنرمند خوب نباید یک مقدار رو حساسیت جامعهش بحثی که الان کلی توضیح دادم تکرار نکنم یه ذره اهمیت بده؟ حتی هنرمند بدم به سابقه خودش اهمیت میده. آقای اندی شما حتی هنرمند بدم نیستید از نظر شخصیتی. من صداتون رو نمیگم، هنرتون هم شما هم منصور با ترانه هاتون زندگی کردم، هر دوتونم خدا شاهد دوست دارم. ولی شما از نظر شخصیتی حتی هنرمند بد نیستی، چون هنرمند خوب که به حساسیت های جامعه خودش یه اهمیتی میده. هنرمند بد حداقل به سابقه خودش اهمیت میده. شما هنرمند بدم نیستی، شما سابقه خودت هم اهمیت نداری، رفتی به صندلی خالی. میگم تا اونجایی که رفتی تو عربستان اینا اوکی، تا اونجا میگفتی خب پول گرفتم فلان الانم سالن پر آدم میبینی میخونی. وقتی که فهمیدی قبل از تو هم یکی دوتا اجرا کردن، فهمیدی سالن خالیه، چرا رفتی سالن خالی؟ زیرش میزدی میگفتی اجرا نمیکنم، چقدر میشه جریمش؟ بفرمایید پولش. نه پول تو برای پول خودتو فروختی، سابقتو فروختی، معلومه برای ما دیگه ارزش نداری. من اصلا بحث ایران نمی کنم اینا، اصلا میگم آقا ایرانو ولش کن، همینا رو ولش کن. آقای اندی منی که بچگی با تو بزرگ شدم، برای من سخت تو برای صندلی خالی خوندی. میفهمی چی میگی؟ میگم قاطی کردم دیگه. من با صدای تو از بچگی بزرگ شدم آقای اندی. من هر دقیقه تو 4 تا کنسرت تو من کم میام کنسرتای اروپا رو. من 4 بار تو کنسرت داشتی تو سوئد، هر 4 بار منم یه بار با کشتی هم رفتیم تا فنلاند. اگه یادتون باشه اومدی خوندی توی با برنامه آتیش بود توی کشتی، با کشتی رفتیم تا فنلاند، شما شبش خوندی و اینا. من با صدای شما بزرگ شدم. میگم آقا ایران و سیاست و همه اینا رو بذار کنار، خواننده محبوب من چرا باید بره بر صندلی خالی بخونه؟ اصلا حالا مکان اون صندلی خالی مهم نیست کجاست، اصلا توی آمریکا چرا بر صندلی خالی خوندی؟ طرف اصلا هیچ کدومش ایرانی نبودن که. برای اینکه تنها پس هموطن خوب باید آرزو کنه تو پول در بیاره. ولی تو آیا هنرمند خوبی که دنبال هموطن خوبی؟ از نظر شخصیتی میگم هنرمند خوبه، نه از نظر هنری. راه پول در آوردن یک هنرمند ایرانی کنسرته، چون از آلبوم و موسیقی و خرید و فروش و از هیچ چیزی یک هنرمند ایرانی پول در نمیاره. رویالتی وجود نداره، آنلاین که آلبوم ها خواهد وطن فروشی بکنه مجانیه. پس فقط راهی که ما بتونیم پول در بیاریم که با این پول هم خانوادمون رو به زندگی نگه بودی. حالا خب حالا نه خود اندی، ولی خود اندی هم حالا همچی خانواده. شما که دو سوم هنرمنده ایم که اصلا خانواده ندارید تو این چارچوبه، که هر روز یه دونه خانواده دارید، اذیتمون نکن تو رو خدا. زندگیمون به چرخه، هم آلبوم درست کنیم، موسیقی درست کنیم. اگر پول نباشه که نمیتونیم آهنگ بسازیم، پروڈاکشن بکنیم که همین آهنگا مردم رو خوشحال کنه. پس هر هموطن خوبی باید خوشحال باشه که هنرمند ایرانی پول در بیاره. الان شما ببین فقیرترین خواننده هندوستان، پاکستان، حتی افغانستان رو پیدا کنی که من عاشقشونم، پولدارتر از هنرمند ایرانی هستن، به خاطر اینکه اونا تو مملکتشون موسیقی آزاده و هنرمندشون آزادانه
آلبوم میفروشن، سیدی میفروشن و آهنگ میفروشن. ما ایرانی ها فقط میتونیم بریم برنامه اجرا کنیم. اگر یه نفر بیاد بگه یک استیج خوب به شما میدم، یه برنامه تلویزیونی خوب برای هموطن ایرانی درست کنین، پول خیلی خوبم به شما میدیم، فقط فرقش اینه که این برنامه باید تو کره مریخ باشه. عزیزم خاطر پول رفتی دیگه. خب ما همینو گفتیم لعنتی. داره حالا این همه صغرا کبرا چیدن دوباره رسید به همون پول، میگه آقا ما پول نداریم باید بریم. ما گفتیم آقا برای پول همه چیزتون رو فروختید. همینو گفته بودیم که همون رو سه کار کردندی. خب حالا جواب اندی جواب اجرا کننده الان یکی اومده برنده شده تو نکست استار بای منصور، جواب اون الان بهش میگن آقا چرا رفتی عربستان خونی، جواب اون باید چی باشه؟ متوجه سوالت نیست؟ نه تو کلا متوجه نیستی های اندی. حالا مهم نیست، حالا همین منصور من کار دارم و یه تیکه دیگه از صحبت اندی برام جالبه. همین منصور هم البته با جمشید با نشرا رفتن اقلیم کردی عراق زیر پرچم جعلی کردستان ترانه اجرا کردن. یعنی هیچ پرنسیبی رعایت نمی کنه. منصور داره بهم میگه چرا رفتی عربستان، رفتن به بخش هایی که خودشونو جدا میدونن، کشور کردستان میخوان را بندازن. همچین آقای منصور چیز نیست، بهتر از نرفتن به عربستان نیست. شما هم خودتون داستانه خودتون رو داری، رفتید اقلیم کردی عراق زیر پرچم کردستان برنامه اجرا کردی، زیر پرچمی که خون جوانان ما زیر این پرچم ریخته شده. چه تعداد از سربازان بیدفاع، سربازانی که اصلا ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، زیر دست همین با همین پرچم کردستان کشته شدن. این پرچم به خون جوانان، با این پرچم امنیت ما رو داره تو خطر میندازه. میخوان کشور درست کنن که به ایران ضربه بزنن. حالا اینم یک بحث دیگریست. من میخوام ته داستان اول بهتون نشون بدم که این خوانندگان چقدر منفعت طلبن. آقای اندی ازش سوال میکنه منصور، میگه آقا طرفداری پرسپولیس یا استقلال؟ حالا اینا خیلی برام جالبه جوابش. جواب اندی رو بذارید براتون بذارم در مورد پرسپولیس استقلال تا عمق فاجعه رو بدونید. داشته باشید انشالله. یه سوال دیگه که دوستان خیلی پرسیده بودن و جواب تو رو من خیلی دوست داشتم که من این سالیان سال اشتباه میکردم جواب فضایی هم داره از اون یاد میگیره. منفعت طلبی اندی میخواد یاد بگیره منصور. یه جور دیگه میدادم فکر کنم. جواب راجب سوال استقلال و پرسپولیس فوتبال میگن کدوم رو شما دوست دارین؟ شما جواب رو بده از طرف چفته. من سوالای سیاسی جواب نمیدم چون من فکر میکنم که اگر گفتی برام جالب بود خیلی، یعنی خیلی نکته مهمیه، چون واقعا فوتبال تا یه حد خیلی زیاد و جدی سیاسی میشه. سیاسی که هست، ولی من فکر میکنم اگه راجب یه سیاست مداری حرف بد بزنی این همه آدم دشمنت نمیشه تا راجب یه تیم فوتبال یه حرف بد بزنی. هر طرف ما انتخاب بکنیم نصف ایران دشمنمون میشن. همینی چقدر منفعت طلبه. کسی که حتی علاقه خودشه به یکی از تیمای فوتبال اعلام نمیکنه بابت اینکه میگه اگه اعلام کنم نصف جمعیت با من دشمن میشن. چرا؟ چون الان بگه من طرفدار پرسپولیسم یا استقلال، پولی توش نداره. میگه آقا چیزی که پولی توش نداره چرا دشمن سازی کنم برای خودم؟ ولی عربستان رفتن چون پول توش داره، خودش میگه 4 میلیون نفر از جامعه ایرانی هم از من بعدشون بیاد مهم نیست، من پولشو گرفتم. رفتن به عربستان چون پول داره حاضر خودشو در برابر چند میلیون انسان قرار بده، ولی اینکه ابراز علاقه کنه برای یکی از تیمای فوتبال چون چند میلیون باش دشمن میشن، میگه چرا خودمو تو معرض دشمنیشون قرار بدم اینجا که پولی نداره. پس بازم میرسیم به بحث بر سر پوله، بازم بحث بر سر پوله. یعنی برای این سلبریتی، الان سلبریتی که فردیست همه چیز خار، همه چیز خارن، اینا بسیار منفعت طلبن. اگر کوچکترین کاری براشون منفعت و سودی نداشته باشه، حتی ولو به این که ابراز علاقه بکنن برای یکی از تیمای فوتبال نمی کنن. میگه پول داره یا نه. حالا اگر بهش بگی اندی من به اندازه پولی یک کنسرت بهت میدم، تو بگو طرفدار پرسپولیس هم یا استقلال، خواهید دید که چه جوری میگه. تازه تمام لباسش هم همون رنگ اون تیمو میکنه. پس به کجا میرسی؟ سلبریتی جمع هیچ ارزشی نداره قربونتون برم.
بذارید من یه خورده رک‌تر بگم. کثیف‌ترین مردم یک جامعه متاسفانه، من یکی خلاف حسابت شا، هنرمندان اون جامعه. کثیف‌ترین مردم یک جامعه، خائن‌ترین مردم یک جامعه، هنرمندان اون جامعه هم که معروفن به سلیبریتی، مگر اینکه خلاف حسابت شه. باز میگم، حالا الان شما 10 تا خواننده اینا بیاری بگی آقا اینا کارشون درسته، من دارم قاعده رو صحبت میکنم. به صورت قاعده در تمامی این سالها که رو هنرمندان پژوهش کردم، کار کردم و نزدیک دیدم خیلی هاشونو نزدیک دیدم، به شما دارم میگم کثیف‌ترین و منفعت طلب‌ترین افراد یک جامعه هنرمندان و سلبریتی هاشن که همه چیز خارن، مگر اینکه خلاف حساب شه. اگر گریه داری، اشکی داری، سوتی داری، هورایی که داری، برای افراد زحمتکش جامعه در سطح قاسم سلیمانی و اینا بکش، در برای ببخشی رفتگر محلت بکش، برای کسی که برای این جامعه داره کاری میکنه بکش، برای این هنرمندان، برای این سلیبریتی ها، برای این خواننده ها 2000 ارزش قائل نباش. من اینکه بگی آقا این خواننده امید برخلاف حرفت اینجوری و داستان و اینا، وگرنه هیچ کدومشون ارزش ذره محبت ملت ایرانو ندارن، همه چیزشون معیارش پوله، حتی ولی به این که اگه بخواد بگه طرفدار کدوم تیم فوتباله. اینجا براش مهمه که نصف ملت باش دشمن نشن، ولی رفتن به عربستان براش مهم نیست. دیدی چقدرم راحت گفت منصور؟ گفت 3-4 نفر. گفت 3-4 نفر چیه؟ 3-4 میلیون تو بگو، مهم نیست چون پولشو گرفته. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. این بخش برنامه رو می‌بندم. دشمنی شخصی نه با آقای اندی دارم نه با آقای منصور دارم، کوچیک هر دوشون هم هستم، ولی خب دیگه بایستی حرفا رو گفت. شب و روزگار خوش، این بخش برنامه رو می‌بندم. بدرود.